به منوچهر هزارخانی مظهر شرافت نویسندگی و روشنفکری ایران در مبارزه با شیخ و شاه هزار درود. مسئول کمیسیون فرهنگ و هنر شورای ملی مقاومت ایران، نویسنده و استاد و مبارز کبیر دکتر منوچهر هزارخانی، گل سرسبد روشنفکران و متفکران تاریخ معاصر ایران، یار غمخوار 40 ساله مسعود پس از 30 خرداد 1360 شروع مقاومت انقلابی و پس از 30 تیر 1360 تأسیس شورای ملی مقاومت ایران، از میان ما رفت و به جاودان پرکشید. ده بسا اندیشه ها و واژه ها و نوشته ها در دفاع از مقاومت و نبرد است و کلمات زنده و جنگاور او و ایمانش به حقانیت و اصل بارزه و مقاومت تمام یار همچنان در شورای ملی مقاومت و در صفوف مقاومت ایران باقی و شعله‌ور است. او کماکان برای برپایی جامعه ای عاری از استبداد و بهره‌کشی نیرزمد. دستاوردهای نظری و فرهنگی و مبارزاتی دکتر هزارخانی که با سخت کوشی کم نظیر او حاصل شده است، گنجینه ارزشمند ادبیات معاصر فارسی و فرهنگ مقاومت برای آزادی است. از مقاله های بلند تا یادداشت های کوتاه، از سرسخن های ماهنامه شورا تا نوشته های بیشمار در نشریات گوناگون از جمله نشریه مجاهد و ایران زمین که بیش از 3 سال سردبیر آن بود، تا مجموعه مقاله ها و کتاب هایی که از دوران حکومت شاه تا تمام این سال ها و تا آخرین روزهای حیات پربارش نوشته یا ترجمه کرده است. قلم تیز و روشنگر او تباهی دهر را به چشم جهانیان پدیدار می کرد و بیان موجزش بر سر هر مسئله گوهر بنیادیان را آشکار می کرد. او به راستی برای روشنفکران متعهد بسا راه گشود. در تمام سالیان تبعید و مبارزه و نبرد در خارج از ایران، در تلاطم‌ها و بغرنجی‌های روزگار پررنج و خون، در دیدارهای بسیار راهنما و مشوق و پشتیبانی برای من بود. درس صبوری و تحمل و استقامت می‌داد و گاه نکاتی از زندگی و ایستادگی و ابتکارات سیاسی و مبارزاتی مسعود می گفت که فکرش را نکرده بودم، به ویژه در جنگ ایدئولوژیک باقی و آخوندها به قول خودش بر سر حوزه و اسلام. هر جا که نبرد و مقاومت شعله می کشید، به خصوص در بزنگاه‌های حمله و هجوم رژیم ولایت فقیه و متحدانش به مجاهدین، همه جا دکتر هزارخانی حاضر بود و با منطق برا و بیان شیوا از حقانیت مقاومت سخن می گفت. از نبردهای میلیشیا و مجاهدین در تهران تا قرارگاه‌های مجاهدین در منطقه مرزی و اشرف که آن را قلب جنبش پایداری می‌خواند و می‌گفت واژه اشرفی
خودش هم اسم است هم صفت، هم ورقه هویت و هم گواهی نامه مبارزه بی امان و پایداری بیکران. این سخن اوست که وقتی مجاهدین در کارزار سنگین جهانیشان علیه خمینی افق تنگ مقاومت را باز کردند، به صراحت گفتم و نوشتم که مجاهدین ذهن جامعه ایران را از قرون وسطا کندند و به دوران حاضر منتقل کردند. وقتی مجاهدین در کارزار سنگین جهانیشان علیه خمینی افق تنگ مقاومت را باز کردند، به صراحت گفتم و نوشتم که مجاهدین ذهن جامعه ایران را از قرون وسطا کندند و به دوران حاضر منتقل کردند. از سال 60 و از هنگام تأسیس شورای ملی مقاومت، مساعدت برادرانه قلبی، قدمی و قلمی هزارخانی با مسعود به عنوان راهبر مقاومت که یک نبرد بزرگ و بغرنج و طولانی را با هیولای استبداد دینی پیش می‌برد، برای همه اعضا و هواداران مجاهدین و مقاومت ایران ستایش‌انگیز و آموزنده بود. او می گفت مسعود تفسیرش از اسلام را در مقابل تفسیر خمینی از اسلام گذاشت و این کار بسیار مهمی بود. تحمل مشقاتش و نتایج و پیامدهایش هم آسان نبود، اما جنبش مقاومت را به جنبشی آرمانگرا تبدیل کرد که به لحاظ سیاسی میداند چه میخواهد و میداند چه کار میخواهد بکند. به نظر من راز پیشروی مجاهدین در همین است، در این که غبار از رخ دین زدود. قلم تیز و شکافنده دکتر هزارخانی بیوقفه آخوندهای حاکم، به خصوص تسلیم شدگان و واخوردگان را به رسوایی می کشید. این نوشته اوست که تسلیم گرداب مهیبی است. به هنگام سخت تر شدن شرایط مبارزه، روحیه‌های واخورده و متزلزل و فلک زده‌ای که دودوزه‌بازی و زندگی در شکاف‌ها را ممکن می‌یابند، چگونه سراسیمه و وحشت زده به آغوش سرکوبگر پناه می‌برند، بلندگوی بی‌جیره و مواجب او می‌شوند و مسئولیت تمام بدبختی‌های عالم را به گردن نیروی سرکوب شده ولی سرفراز می اندازند. از انقلاب شکوهمند اسلامی تا کنون ما طرفدار سرنگونی هستیم، بودیم و تا رسیدن به سرنگونی خواهیم ماند. بنابراین سرنگونی، سرنگون کردن شغلمونه، حرفمونه و در این راه میکوشیم. تخفیف هم به هیچ که نمیدیم، تخفیف هم اصلا تخفیف خواستن انحراف از پرنسیپ سرنگونی.